اگه کسی از من بپرسه ویندوز 11 رو انتخاب بکنه یا ویندوز 10، 99% مواقع میگم بیا سراغ ویندوز 11، چون جدیدتره، چون امکانات جدیدی قرار بهش اضافه بشه، ویندوز 10 دیگه آپدیت نمیشه و غیره. در موارد خیلی خاصی میگم اوکی، برو همچنان سراغ ویندوز 10، کامپیوترش نمیکشه، مشکلات دیگه داشته باشه، بره سراغ اون. ولی ویندوز 11 هم که میای سراغش، یک سری چیزهاش خیلی بهتر شده. یه سری چیزا باب سلیقه قدیمی ها نیست. مثلا منوی کانتکست منیو، وقتی شما روی صفحه رایت کلیک بکنید کانتکست منیو واسهتون ظاهر میشه. این حالت جدیدی که کوچیک شده برای این کوچیک شده که شما مواردی که همیشه استفاده میشه یا بیشتر استفاده میشه جلو چشت باشه. اگر خواستی بری شمار آپشن رو بزنی، قدیمی ها رو هم بتونی ببینی. یا الان توی نسخه جدید ویندوز کار راحت تر کرده، میگه اگر رایت کلیک معمولی میزنی همین کانتکست منوی جدید باز میشه، اگه شیفت رو نگه داری روی کیبورد و رایت کلیک کنی اون منو قدیمیه واسهت ظاهر میشه. خیلی کار ساده تر دیگه، میتونید اینجوری باشه. ولی یه سری اصلا دوست ندارن این شکلی باشه و همشون دوست دارن اون منوی قدیمی رو ببینن. قبلا هم واسهش ویدیو ساختم، الان یه روش دیگر قرار بهتون معرفی کنم که چطوری میتونید منوی قدیمی رو برگردونید. من قرار از رجیستری برای این کار استفاده بکنم. خیلی ها میگن که آقا میریم یه نرم افزار کوچیک نصب میکنیم این کار میکنه. وقتی یه چیزی با رجیستری قابل حله، چرا من باید برم یه نرم افزار دیگه نصب بکنم، یه رد پا اضافه کنم رو ویندوزم که اون نرم افزار بتونه بیاد همین مشکل رو حل کنه؟ خیلی راحت با رجیستری میتونید این کار رو بکنید. من کلیدش رو هم براتون داخل کانال تلگرام گذاشتم، لینکش رو پایین گذاشتم، میتونید کلید رو بگیرید، دابل کلیک کنید و تموم. خیلی راحت این کار انجام بشه. امیدوارم ویدیو به دردتون بخوره. بریم تو کامپیوتر شروع کنیم. خب نسخه ویندوز من همونجوری که می‌بینید ویندوز ورژن 22H2 22621 1778، این میجر ورژن من هستش، میتونید ببینید. و روی این نسخه و حالا چند تا نسخه قدیمی تر هم این اتفاق افتاده بود. شما در حالت عادی اگر رایت کلیک بکنید هر جای صفحه، چه روی دسکتاپتون چه روی فولدرها و درایواتون، این کانتکست منو رو میبینید، کانتکست منوی کوچیک شده. ولی اگر شیفت رو نگه دارید و رایت کلیک کنید کانتکست منوی قبلی رو میبینید هر جای صفحه که باشه، همینجوری که میبینید. حالا شاید شما نخواهید اینجوری باشه و بخواید همیشه به این حالت قبلی برگرده، که قراره بهتون یاد بدم این کار رو انجام بدیم. طبق معمول برای اینکه اینجور تغییرات رو اعمال بکنیم باید وارد رجیستری بشیم. پس رجدیت رو تایپ میکنم، رجیستری رو باز میکنم. من مسیر رو توی توضیحات ویدیو براتون قرار دادم. باید وارد HK Current User بشید، وارد قسمت Software، بعد وارد Classes و وارد قسمت CLSID. اینجا کلی کلید میبینید اینجا وجود داره. خب شما میایید اینجا رایت کلیک میکنید، یه نیو میزنید، یه کی جدید میسازید. مقدار کلید رو من توی توضیحات براتون قرار دادم، همین مقداری که اونجا قرار دادم رو اینجا پیست میکنید و اینتر میزنید. حالا دوباره وارد این میشید، روش رایت کلیک میکنید، نیو، دوباره یه دونه کی جدید. اسم یکی کلید هم براتون قرار دادم، این رو هم اینجا قرار میدید. اسمش هست این پراک سرور 32، اینتر میزنید. و این وقتی انتخابه اینجا یه مقدار دیفالتی داره که نوشته value not set، درسته؟ اینو بازش میکنید، value رو میذارید همون خالی بمونه و اوکی میکنید. همچنین که دیتا اینجا خالی شدش. کل کاری که باید میکردیم همینه. حالا اگه من دوباره رایت کلیک بکنم میبینیم که هنوز فرق نکرده. چیکار میکنم؟ کنترل شیفت اسکیپ رو میزنم، تسک منجر من باز میشه، یک بار ویندوز اکسپلوررم رو ریستارت میکنم. حالا که ریستارت شد، اگه رایت کلیک کنم رو صفحه، میبینید که منوی قبلی باز میشه. دیگه با شیفتم فرقی نمیکنه، همچنان همون منوی قبلی هر جایی که کلیک بکنم باز میشه. میبینید که به این شکل در اومد. حالا اگه خواستید پاکش بکنید خیلی راحت میتونید بیاید از همینجا این کلید رو پاک بکنید. من قبلا هم واسهتون بارها گفتم قبل از اینکه هر تغییری بخواید تو رجیستری بدید بهتره که از رجیستریتون بکاپ بگیرید، یه استور پوینت بگیرید. ویدیوهاشو واسهتون گذاشتم، توی توضیحاتم سعی میکنم قرار بدم، حتما این کار رو بکنید بعدش بخواید این کار انجام بدید. من واسه اینکه کارتون راحت تر بشه از این کلید یه دونه اکسپورت میگیرم و اکسپورت رو داخل کانال تلگرام هم براتون قرارش میدم. میتونید اگه خواستید دبل کلیک کنید و این اتفاق واسهتون انجام بشه. اسمشو گذاشتم اولد کانتکست منیو و همین مورد خاص رو سیوش میکنم. نگاه کنید الان اگه من این رو از اینجا پاکش بکنم و با یه دبل کلیک روی این، یس، اوکی، دوباره این اینجا اضافه شده این وسط. حالا این وسط هست باید بگردم پیداش بکنم، ولی این توی این حالت هستش. حالا باید ریستارت کنم تا مشخص بشه. براتون اضافه میشه اینجوری اگه خواستید. بذارید پیداش بکنیم. بله میبینید که دوباره اینجا اضافه شده. اگه خواستید دوباره به حالت قبلی برگردید فقط کافیه که این کلید رو پاکش بکنید دوباره، با محتویات زیرش پاک میشه، یک بار دیگه اکسپلوررتون رو ریستارت کنید.
اکسپلورر هم باز میکنم، ریستارت میکنم و حالا اگه رایت کلیک کنم میبینید که منوی قبلی واسه من ظاهر میشه. پس من راحتی میتونید این تغییری که خیلی ها میگن دوستش ندارن و منوی قبلی رو میخوان باز ببینن انجام بدید و از این بعد همون منوی قدیمی رو ببینید. ولی من واقعا ترجیح میدم همین منو باشه. هر وقت خواستم کلید شیفت رو نگه هم دارم، دو تا دست دارم دیگه، از یه دست دیگه هم استفاده میکنم. خب اینم از این، دیدید که خیلی راحت میشه این کار انجام داد. کلیدش هم قرار دادم، مسیر هم هستش، همه مسیر و مقدار کلیدا رو تو توضیحات گذاشتم. میتونید خیلی سریع برید این کار رو بکنید، زیر یک دقیقه ازتون وقت میبره، حتی نیازی به ریستارت کردن سیستم هم نیستش. من ترجیحم اینه که همین حالت جدید باشه و برای اینکه به قبلی برسم یا شمار آپشن رو بزنم یا شیفت رو نگه دارم، ولی شما مختارید که از این روش استفاده بکنید تا دیگه برای حالت برای همیشه براتون این باقی بمونه. دمتون گرم، نظرتون حتما توی کامنت ها بهم بگید. اگر راه خاصی، مشکل خاصی دارید بگید، سعی میکنم بخونم بعدم واسش ویدیو جداگونه درست بکنم. اگه نرم افزار خوبی هم میشناسید که به درد ویدیو ساختن میخوره حتما توی کامنت ها بگید، میخونم سعی میکنم واسشون ویدیو جداگونه درست کنم. من علی شیرکاوینی هم، اینجا کانال چاره کامپیوتر. لایک، کامنت، سابسکرایب، شیر یادتون نره. مرسی، فعلا خدا نگهدار.